این ضربه کنه رو رجب‌زاده باید ارسال بکنه. ببینیم این بار چگونه کار میکنن. رجب‌زاده ارسال به روی دروازه، موقع برای طالبی و توپی که توی دروازه قرار میگیره. گل اول برای زباهن با ضربه سر فرشید طالبی. زباهن اصفهان 1 شاهین بوشهر 0. زننده گل فرشید طالبی. بالاخره زباهن دروازه شاهین رو باز میکنه و این هم تماشاگران علاقمند به زباهن که از زدن این گل خوشحال میشن. با هم مرور کنیم صحنه گل رو. ارسال زیبای رجب‌زاده به روی دروازه، این ضربه سر طالبی و توپی که دور از دستان غلامی در دروازه شاهین قرار میگیره. در ترکیب ثابت شاهین بود در این بازی، به عنوان یار ذخیره به میدان اومد. حرکت یاران زباهن، خلعتفری از سمت راست صاحب توپ، ارسال این بازیکن به روی دروازه و توی دروازه. گل دوم برای زباهن با ضربه جلال رافخایی به دست میاد. زباهن اصفهان 2 شاهین بوشهر 3. زننده گل سید جلال رافخایی. زباهن یه کارو تموم میکنه و این هم خوشحالی هواداران زباهن اصفهان از به ثمر رسیدن گل دوم تیم خودشون. با هم رو کنیم ارسال زیبای خلعتفری و ضربه تمام کننده رافخایی که دروازه شاهینی رو برای بار دوم باز میکنه. از این همه حمله‌ای که انجام داده روی دروازه زباهن، یک پنالتی رو اینجا با هم مرور کنیم. حرکت تنهایی و توپی که به نظر خطا نمی‌رسه، در حال استفاده می‌کنه مصطفی مهدی کیانی و شهاب گردان. ببینید کدام یک موفق‌تر خواهند بود. شهاب گردان رو لازم می‌کنه در مصاف با مهدی کیانی، حالا می‌زنه کیانی و توی دروازه. گل اول شاهین اینجا در 93 دقیقه مسابقه به ثمر می‌رسه. حالا اونجا درگیری هم به وجود میاد بین دو بازیکن. به حال این صحنه ها نمیتونه زیاد جالب باشه، حالا قائله به هر ترتیب خاتمه پیدا کنه. هم صحنه پنالتی که